انجیل مرقس باب 10 آیه 15 میگوید: یقین بدانید که اگر کسی پادشاهی خدا را مانند کودک نپذیرد، هیچ وقت وارد آن نخواهد شد. نکته کلیدی این آیه کلمه کودک است. سپس تأکید عدم ورود به پادشاهی خداوند تا مادامی که مانند کودکان نباشیم. پس ببینیم که یک کودک چگونه است. کودکان ساده اند و بیریا، صادقند و بیکلک، مهربانند و بیکینه، شادمانند و پر انرژی، زود جوش و بیدشمنی. هر آنچه بخواهند با زبان ساده و صادق خود بیان می کنند، نه با آلایش و رنگ و ریا. با تمام عشق خود به نزد والدین و دوستان خود می روند و هر آنچه که دارند از خوراکی گرفته تا وسایل بازی صادقانه با دیگری تقسیم می کنند. در اجتماع خود با همه یکسان برخورد می کنند و دوست و دشمن نمی شناسند و دیر قهر و زود آشنا هستند. خصوصیات کودکان بسیار است، ولی تا بدینجا ما بزرگ سالان تا چه حد به این صفات نزدیکیم؟ خداوند ما را چون کودکان می خواهد و آشکارا می گوید تا مانند کودکان نباشیم به ملکوت او راه نداریم. با توجه به انجیل متی باب 10 آیه 16 که می گوید شما باید مثل مار هوشیار و مانند کبوتر بی‌آزار باشید، می بینیم که خداوند هوشیاری ما را می خواهد، نه حماقت‌های کودکانه. کودکان به دلیل کوچکی و کمی سن و تجربه دارای حکمت بسیار نیستند، ولی ویژگی‌هایی که مورد توجه خداوند می باشد را دارا هستند. پس دعا می‌کنیم که خداوند ویژگی‌های کودکانه و حکمت خیش را به ما عطا نماید تا بتوانیم وارد ملکوت او شده و حیات جاودان بیابیم. و به قول حافظ که میگه ته مکان ببین و زمان در سلوک شعر، که این طفل یک شبه ره یک ساله میرود. و این خصوصیت کودک همجور که گفتین، وقتی که خداوند میگه همچون کودکان بیایید به نزد من، درسته کودکان اولین خصوصیتی که دارن و برای خداوند مهم هست که ما به عنوان فرزندانش داشته باشیم، اینکه بتونیم تعلیم پذیر باشیم. و همجور که سعدی میگه ز گهواره تا گور دانش بجوی، و زمانی ما میتونیم تعلیم پذیر باشیم که خصوصیت شاگردی داشته باشیم و خصوصیت این رو داشته باشیم که بتونیم خود رو مثل یک شاگرد و یک دانش آموز در جلوی استاد فروتن بکنیم و اینکه نگیم هی من میدونم و بر جهالت خود آگاه باشیم. و خصوصیاتی که خداوند بهش اشاره میکنه که همچون کودکان میتونیم وارد پادشاهی خدا بشیم، و دیگر این که چون خداوند ما رو به فرزند خوندگی میخواد قبول بکنه، زمانی ما میتونیم فرزند خونده بشیم که کودک باشیم. مثلا ما هیچ وقت کسی رو ندیدیم که بره شخصی رو در سن 30 سالگی یا 40 سالگی به فرزند خوندگی قبول بکنه. برای چی میرن و کسانی رو که در واقع در سن پایین‌تر هستن، هرچی پایین‌تر و کوچیک‌تر به فرزند خوندگی قبول میکنن، برای اینکه اونها قابل تعلیم پذیری هستن، تعلیم پذیر هستن، قابل تغییر هستن، براشون پذیرش محیط خانواده جدید و والدین جدیدش براش آسان‌تر هست و آسان‌تر میتونه اونها رو به عنوان والدین خودش بپذیره. و تا کم سن هست حاضره که به پدر خانواده پدر بگه. همجوره. و ما زمانی که پس خصوصیات یک کودک رو داشته باشیم، میتونیم پدر آسمانی رو به عنوان پدر خودمون واقعا قبول بکنیم و بپذیریم. و دیگر این که کودک ساده دل هست. اون ساده دلی کودک، همجور که خداوند در کلام خودش میگه خوش به حال ساده دلان، و اونها میتونن وارد ملکوت من بشن. و کسانی که ساده دل هستن، یعنی همچون کودک، میتونن به راحتی بپذیرن و ایمان بیارن. و همجور که خداوند میگه خوش به حال کسانی که نادیده ایمان میارن.
این کودکان هستن که وقتی شما بهشون مطلبی رو میگین باور میکنن و زود قبول میکنن. درسته این شاید خصوصیت خوبی نباشه در ارتباط با دشمن، ارتباط با شریر، ولی در ارتباط با خداوند خوبه که ما ساده دل باشیم، چون خداوند به خیریت ما عمل میکنه و همچون پدری، پدر و مادری دلسوز هست برای ما. پس دیگر این که این خصوصیت کودک که خداوند میگه که همچون کودک وارد پادشاهی من میتونیم بشیم، ساده دلی هست. و دیگر این که قضاوت نمیکنه درباره دیگران. هیچ وقت کسی اگر اشتباهی بکنه مورد قضاوت و مورد داوری یک کودک قرار نمیگیره. و همچنین این که به راحتی میبخشه دیگران رو، وقتی که خطایی از کسی میبینه خیلی سریع او رو میبخشه. و وقتی که بچه ها با هم بازی میکنن نسبت به هم، وقتی خطایی مرتکب میشن میبینی که برای شاید زمان بسیار کوتاهی از هم ناراحتن و بعد دوباره به بازیشون ادامه میدن و کینه به دل نمیگیرن. و شعری از پروین اعتصامی که درباره این شادی و شوق کودکانه میگه، میگه مرا در کودکی شوق دیگر بود، خیالم زین حوادث بیخبر بود. اون شادی که در کودکی داریم، وقتی خداوند میگه شاد باشید، باز هم به شما میگویم شاد باشید، اون شادی کودکانه رو خداوند میخواد که ما با اون شادی او رو پرستش کنیم و به حضور او بریم. و در واقع این شادی واقعی ما باعث میشه که ما واقعا شکرگزار باشیم. وقتی شما به عنوان یک والدین وارد خونه میشین و میبینید بچه هاتون شاد هستن، بازی میکنن و وقتی شما رو میبینن میدونن طرفتون و با شادی از شما استقبال میکنن، میفهمی که بچه های شما از شرایط زندگی که براشون فراهم کردی و از اون برکات و موهباتی که شما به عنوان والدین برایشون تهیه دیدین، اونا شکرگزار هستن. هر چقدر که بیان به حضور شما و به حضور ما به عنوان والدین بگن پدر مادر ما از شما متشکریم، ولی بعد ببینیم که غمگین هستن و شاد نیستن، جنب جوشی ندارن، در ذهن ما این خواهد اومد که آیا فرزند من مشکلی داره؟ آیا نگران چیزی هست؟ آیا شاد نیست؟ آیا من براش چیزی رو باید تهیه کنم که نکردم؟ ولی وقتی شادی فرزندانمون رو میبینیم، از اون چه که ما براشون تهیه کردیم تشکر واقعی رو دریافت میکنیم. و خداوند ما میخواد که ما با شادی به حضورش بریم، نه با ناراحتی، با غم. و این شکرگزاری واقعی هست. و همجور که پروین اعتصامی در این شعرش میگه، از خود نبودت آگهی ز ضعف کودکی، آن ساعتی که چهره گشودی عروسوار. و این ضعف و ناتوانی که کودک در خودش احساس میکنه باعث دو تا مسئله میشه. یکی باعث میشه که رشد بکنه، رشد روحانی داشته باشیم. وقتی که در روح احساس کودکی بکنیم، احساس خردسالی بکنیم و این ضعف و ناتوانی خود رو ببینیم، باعث میشه که اولا رشد بکنیم و دیگر اینکه فروتن باشیم. و این فروتنی یکی از خصوصیات بسیار خوب یک کودک هست. پس میبینیم که خداوند وقتی در کلام خودش بارها و بارها این رو تکرار میکنه، همجور که در انجیل مرقس فصل 10 آیه 15 خوندیم، میبینیم که در جاهای دیگر کتاب مقدس هم به بارها این تکرار میشه. و خداوند میگه مثلا در انجیل لوقا باب 18 آیه 17 اینو میخونیم، میگه هر آینه به شما میگویم هر که ملکوت خدا را مثل طفل نپذیرد داخل آن نمیگردد. و عیسی مسیح دوباره در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 3 میگه، عیسی در جواب او گفت آمین آمین به تو میگویم، اگر کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمیتواند دید. و ما بایستی از روح دوباره متولد بشیم، در روح دوباره متولد بشیم و همچون کودکی بتونیم پادشاهی خدا رو بپذیریم و وارد ملکوت خدا بشیم. پس در اینجا همه شما عزیزان رو به خداوند میسپاریم و آرزو میکنیم که همه ما با هوشیاری کامل و بیداری کامل بتونیم قدر اون بودهای کودکانه خود رو
که خداوند در ما قرار داده بدونیم. من یادم موقعی که کوچیک‌تر بودم همه میگفتن که تو باید برای خودت کسی بشی و اینکه رشد بکنی، بزرگ بشی، و من همیشه فکر میکردم که بزرگ شدن یعنی انکار کودکی و کودکی خود رو بایستی مخفی بکنم و اون رو زیر پا بذارم. ولی امروز وقتی کلام خدا رو میخونم میفهمم که کودکی که خداوند به ما داده و با اون کودکی به دنیا اومدیم، متولد شدیم و دوباره باید از نو در روح، باید در همون کودکی دوباره متولد بشیم و پادشاهی خدا رو همچون کودک بپذیریم و همچون کودک در حضور خداوند فرزند خونده او باشیم و او رو به عنوان پدر آسمانی خود بپذیریم و او رو بتونیم در زندگی خود جایگاهی که واقعا برای یک پدر یک فرزند میده بهش بدیم، با شادی به حضورش بریم، همجور که داوود وقتی خداوند رو پرستش میکرد با شادی خداوند خود رو بپرستیم و ستایش بکنیم. آرزو میکنم که همه ما بتونیم در حضور خداوند همچون فرزند خونده واقعی و کودک او باشیم و هر روز او ما رو با کلام خودش و روح خودش پرورش میده و رشد میکنیم. پس همه شما عزیزان رو به خداوند میسپارم و براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. با ما در تماس باشید با سایت برنامه roshchino.org و همچنین از طریق صفحه فیسبوک roshchino میتونید با ما در تماس باشید و همچنین اینکه میتونید از طریق ایمیل برنامه roshchino@ymail.com با ما تماس بگیرید و نظرات خود رو و مکاشفات خود رو با ما در میون بذارید. پس همه شما عزیزان رو به خداوند میسپارم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. منجی عالم را شکر و
سپاسگزاریم.